بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربک رب العزت اما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. السلام علی الائمة الهادین المهدیین. السلام علی علی امیر المؤمنین. السلام علی فاطمة الزهراء سیدت نساء العالمین. السلام علی الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنة اجمعین. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدایا تو سلامی سلام از توست و بازگشت هر سلمی و سلامتی به سوی توست. پس سلام بر ما و سلام بر بندگان صالحت، سلام بر انبیا و اولیا و سفراء درگاهت، سلام بر شما، سلامی جاودانه و الهی که می‌فرماید و اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسه الرحمه. هنگامی که بندگان ما برای درک آیات الهی حاضر می شوند بر آنها سلام کن و بگو که خداوند بر نفس خود رحمت را ثبت کرده است. و سلام ما بر 72 انسان آگاه و 72 تاریخ برجسته حیات بشری. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و رحمت الله و برکاته. محفل و انجمن ما برای 40 حسینی برقرار شده، 40 که یادآور خاطره فداکاری ها، کرامت ها، رشادت ها، عشق ها، جانبازی ها و ماتم و غم اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین است. همینطوری که اعلام کردن، موضوع سخن من زیارت 40 و زیارت باطنی با 40 است و همونطوری که استحضار دارن در مباحث مربوط به گذشته ماه محرم، من ملاقات باطنی با اولیاء الله را خدمتون گفتگو کردم و این ملاقات یک ملاقات ملکوتی است، یک مواجهه ملکوتی است. اشاره کردم به این که ما ملکی داریم و ملکوتی داریم. ملکوت باطن ملک است و ملکوت لایه‌ای است که با مظاهر و با دید ظاهری ما پنهان است، غریبه است. امام حسین یک چهره ملکی دارد و یک چهره ملکوتی دارد. ما یک حسین ملکی داریم، یک حسین ملکوتی داریم و در اون ملکوت هم لایه‌های مختلف و همینطوری که قبلا عرض کردم در عرفان این حقیقت تثبیت شده که انسان دارای لایه‌های مختلف است. فقط جسم نیست، بلکه روح است، قلب است، سر است، خفی است، اخفا است. تمام این مراتب همان 7 شهر عشق است که عطار میگوید که اون 7 وادی که انسان باید طی کند و لایه به لایه دید او گسترده تر می شود. 40 که من از او امشب سخن میگویم، 40 است که در اون یک سلوک انا للحسین و انا الیه راجعون تحقق پیدا می کند. یعنی 40 یک ملکی دارد و یک ملکوتی دارد. ملک 40 یعنی سیر از کربلا تا کوفه و از کوفه تا شام و از شام مجدداً برگشتن به کربلا. این میگوی این سیر ملکی، سیر ظاهری این 40 و این 40 است که گذشته است. 40 40 است، 40 40 منزل است و 40 مرتبه است، 40 روز است. سفری است که 40 روز طول می کشد. ملک او
همان است که شما شنیدید که اینها از کربلا اسیر شدند در روز عاشورا. جنبه ملکی و ظاهر او این چنین است که خاندان عصمت اینها اسیر شدند و اسرا را حرکت دادند از کربلا به سمت کوفه و روز 11 محرم اینها وارد کوفه شدند و با اون مراسمی که اجرا شد و قبلا اشاره کردیم که زینب کبرا امام سجاد آگاهی هایی که به جامعه دادند و شهر به شهر، دهکده به دهکده، منطقه به منطقه لرزه و زمین لرزه ایجاد کردند، بعد از چند روزی که در کوفه اقامت داشتند اونها را حرکت دادند به سوی مقر حکومت و خلافت یزید یعنی شام. البته چون شهر را آذین بندی کرده بودند و جشن گرفته بودند به خاطر پیروزی بزرگی که نصیب یزید شده بود، اینها در خارج از شام چند روزی موندند و بعد وارد شام شدند و در مجلس یزید وقتی که اینها مواجهه با یزید میشن و یزید مجلسی رو ترتیب داده بود که اسرا رو وارد این مجلس کردن در برابر دیدگان سفرای کشورهای خارجی، چون در اون موقع دولت اموی یعنی همون دولت اسلامی اموی بسیار گسترده بود، بخشی از اروپا و بخشی از آسیا در سلطه قدرت اموی و اسلام اموی بود، برای اینکه یزید اون پیروزی ظاهری خود رو به رخ خارجیان و به رخ دیگران بکشد، اینها رو در اون مجلس حاضر کرد و شما شنیدید اینها رو که با چوب بر لب و دندان امام حسین میزد و این شعر را میخوان که لعبت هاشم و بالملک فلا خبرون جا ولا وحی نظر، که میگد که بنی هاشم و هاشم اینها اصلا دین و معنویت و اینها رو به بازی گرفتن و دین دروغ است، وحی دروغ است، خبرگزاری آسمانی دروغ است. و در اون مجلس بود که زینب کبرا و امام سجاد با سخنرانی که کردن به طور کلی چهره یزید از چهره یک حاکم غالب پیروز تبدیل شد به یک چهره ذلیل و یک چهره مفتضح. و اونجا بود که تاریخ و تاریخ نویسان می نویسن که اینجا دستگاه احساس خطر کرد که اینها با سخنانشون، با رفتارشون، با اخلاقشون دارن انفجار ایجاد میکنن، شروع کردن از اینها دلداری کردن و به اونها گفتن که خب شما چی میخواید، هر چی میخواید ما در اختیار شما میگذاریم. که امام سجاد سرهای شهدا رو خواستن و حضرت زینب گفتن که ما اجازه ندادن این دشمنان امامت و رسالت که ما مجلس سوکواری برقرار کنیم، اجازه خواست که مجلس سوکواری بزرگی رو برقرار کند و در اون مجلس هم زینب سخن گفت، هم امام سجاد، هم سکینه دختر امام حسین و ام کلثوم خواهر زینب. با اون حرکتی که ایجاد کردند و شام رو و دولت یزید را مفتضح کردند و شام رو شوراندن و حرکتی در شام ایجاد کردند، در اینجا بود که در این حرکت ملکی وقتی که ما نگاه میکنیم، یعنی در این حرکت ظاهری دستور میده یزید که از اینها عرض کنم که از اینها حمایت بشه و به اینها توجهی بشه. اینجا بود که اونها رو حرکت دادن از شام به سمت مدینه، گفتن شما حالا حرکت کنید از شام به سمت مدینه. وقتی که میان میخوان برن به مدینه بر سر یک دوراهی قرار میگیرن، دوراهی که یک راه آن به سمت کربلاست دوباره و یک سمت آن به سمت مدینه است. و چون اون مأموری که مأمور قافله بود مأموریت داشت که از اینها حمایت بکنه و اونها رو اذیت نکنه، درخواست میکنه که خب شما خواسته شما چیه، به سمت مدینه بریم یا به سمت کربلا بریم. اینجا بود که اینها درخواست میکنن که ما میخوایم برگردیم به کربلا و زیارت بکنیم. این رفت و آمد از کربلا به کوفه و از کوفه به شام و دو مرتبه از شام برگشت به کربلا 40 روز طول می کشد. این رو ما میگیم سیر ملکی که اینها داشتن.
یعنی از کربلا به کربلا، سیر از کربلا به کربلا. ولی به لحاظ باطنی اگر ما نگاه کنیم و به لحاظ ملکوتی اگر توجه بکنیم، در اینجا یک سیر باطنی وجود دارد که ما این رو میگیم سیر من الحسین الی الحسین، سیری که اینها از حسین به سوی حسین دارند. و هر کسی که میخواد از عاشورا و از کربلا به اربعین برسد، باید با دید باطن به این سفری که در اون درد است، رنج است، تحمل است، نگاه دشمن است و صبوری و شکیبایی و شکر است نگاه بکنه. بنابراین اینجا اون قسمتی که بنده میخوام عرض بکنم، اون قسمت اول رو همه شما میدونستید، این قسمت دوم رو بنده میگم اگر ما در عالم اعلا و در عالم واقع میگیم یه سیر و سلوکی وجود دارد که انا لله و انا الیه راجعون، این انا لله و انا الیه راجعون حکایت از یک سفر میکنه دیگه. و ما هم مرتب گفتیم که عرفای ما چقدر به سفر و مسافرت باطنی انسان توجه دارند. تمام هستی و تمام عالم یک نزولی دارن انا لله که میگن قوس نزول، یعنی ما جدا شدیم از اصلی. بشنو این نی، چون شکایت میکند و از جدایی ها حکایت میکند که از نیستان تا مرا ببریدن، در نفیر مرد و زن نالیدن. حقیقت حق یعنی خداوند ذات اقدس الهی یه حقیقت بلا تعینه، هیچ تعینی نداره، هیچ صورتی نداره. در اون مرحله ذات، در اون مرحله که هیچ تعینی خدا نداره و هیچ صورتی نداره، این تجلی میکنه خداوند، اون ذات لا تعین به صورت اسماء و صفات که میگن تجلی اسماء و صفاتی. این مراتبی از عالم اعلا، عالم اعلا که دست بالا میکنم منظور اون بالا نیست، اینو بارها عرض کردم، بالای بالای اعتباریه. و قبلا این سیر قوس نزول و قوس صعود رو خوب توجه به این مقدمه بحث اربعین باطنی منه توجه بفرمایید، مثال زدم به یک نور بسیار قوی که چشم و اصلا این نور میزنه، یک نور 500 شمعی 5000 شمعی بی نهایت شمع، بی نهایت. یه نوری رو شما در نظر بگیرید، یه حبابی روی این نور بذارید، وقتی شما این حباب رو گذاشتید روی این نور ضعیف میشه، باز یه حباب دیگه رو اون نور بذارید، باز یه حباب دیگه رو اون نور بذارید، حباب دیگه رو اون نور بذارید. وقتی شما 500 تا حباب روی این نور میگذارید، دیگه به اون حباب 500ی که میرسه این نور ضعیف میشه، ضعیف میشه، ضعیف میشه، میشه به اندازه یک شمع. این یک شمع همون 5000 شمعه ولی با حبابه. حالا هستی و خلقت هم به این شکله، ذات خداوند بی صورته، این بی صورت تعین پیدا کرده به صورت اسماء و صفات و به طوری که عرفای ما برای ما مطرح میکنن صور علمیه ای که از خداوند تجلی پیدا میکنه. بعد این قوس نزول همینطور، یعنی از اون همون حالت حباب رو که ما در نظر میگیریم میاد عالم از مقام، مقاماتی رو ذکر میکنن، مقام واحدیت، مقام احدیت، بعد میاد به عالم جبروت. عالم جبروت باز همون حقیقت بی تعین به صورت موجوداتی که مجرد محضن، نور محضن، به قول مرحوم شیخ شهاب الدین سهروردی انوار اسفحودیه، اینا نور محضن. این انوار اسفحودیه جبروت مطلقن، یعنی هیچ نوع شائبه ترکیبی در وجود اونها نیست، فقط اینها ظل اون صورت، اون صورتی که در اینها تجلی کرد، اون یه عالم جبروت. بعد از عالم جبروت عالم ملکوت است، یعنی عالم مثال، عالم صورت ها، عالمی که شکل هست اما این شکل ماده نداره، مثل مثلا اون چیزی که شما در عالم خواب میبینید، اون یک وجود ملکوتی و مثالی است. عالم ملکوت همینطور این داره تنزل پیدا میکنه، یعنی اون نور داره هی ضعیف میشه، میرسه به عالم پایین، اون عالم پایین میشه عالم ناسوت. پس نگاه کنید از اون بالا شروع میشه، جبروت و ملکوت و عالم ناسوت، حالا اومد در این عالم ناسوت، یعنی اون حباب روی این قرار گرفت، این نور شد چی؟ نور شد به اندازه یک شمع. حالا دو مرتبه این انا لله که شده به اندازه یک شمع، حالا انا الیه راجعون، دو مرتبه این عالم و این هستی تحول پیدا میکنه، از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم، ز حیوان سر زدم
مردم از حیوانی و آدم شدم، همینطور هی میمیره و میمیره، دو مرتبه از این عالم ناسوت میره به عالم ملکوت، از عالم ملکوت به عالم جبروت، در عالم جبروت باز برمیگردد به اصل خودش. انا لله و انا الیه راجعون. در عالم انسانی هم همینطوریه، یعنی انسانم یک حقیقت لا تعین اول بوده. هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. آیا نگذشت بر انسان دورانی که انسان بود اما مذکور نبود، یعنی تعین نداشت؟ انسان بود اما هیچ تعینی نداشت. این همینطور تعین پیدا میکنه، انسان جبروتی، انسان ملکوتی، انسان ناسوتی. شما الان که اینجا نشستید اسمت حسنه، حسن ناسوتی داریم، حسن ملکوتی داریم، حسن جبروتی داریم. یعنی تو وجود شما سه تا عالم است: عالم ناسوت، همین عالم ماده، عالم تضاد، عالم خواهش ها، عالم نفس، عالم جسم، عالم ملکوت و عالم مثال که گاهی در خواب به اون عالم متصل میشی، و عالم جبروت. و اون جبروت هم باز جبروت هایی و اون ملکوت هم ملکوت هایی دارن. بعد از این ور وقتی که شما دو مرتبه همین انسان، همین شعری که از مولانا خوندم بارها در کلاس ها تکرار کردن، این انسان دو مرتبه از این حالت ناسوتیش باید خلع بشه، از بدن باید خلع بشه، بره توی وجود ملکوتی. همطوری که مولانا گفت از جمادی مردم و نامی شدم، و از نما مردم ز حیوان سر زدم، مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم کی ز مردن کم شدم. میگه من از مردن کم نمیشم، شدت بیشتر پیدا میکنم. خب بعد میگه چی؟ حمله دیگر بمیرم از بشر، تا برآرم از ملائک بال و پر. یعنی به عالم ملکوت و جبروت میرسم. از ملک هم بایدم جستن زجو، حتی از اون جبروت هم میخوام عبور بکنم. کل شیء هالک الا وجهه، تا به جایی برسم که به مرحله فنا برسم، فانی محض بشم. پس عدم گردم عدم چون ارغنون، گویدم که نا الیه راجعون. خب این بحث عرفانیش، اما حالا چه ربطی به کربلا داره این بحث؟ حالا من عرض میکنم. ببینید در قرآن این مسئله مطرح شده و عرفای ما مثل مولانا به این مطلب توجه داره، که وقتی که شما میگی قل اعوذ برب الناس الحمدلله رب العالمین، خدا را به عنوان رب مطرح میکنی. شما غیر از این که اعتقاد دارید اللهی هست که خالق ماست، غیر از این اعتقاد، اعتقاد دارید که این الله رب ماست. رب یعنی چی؟ یعنی مالک مدبر. یعنی ما نمیگیم خدا ما رو خلق کرد و رها کرد. خدا که خلق کرد مدبر است، رب است. رب به معنای مالک مدبر است. خب خداوند رب محض است، رب مطلق است، اون رب من است. الله ربی سبحان ربی العظیم و بهم، همینا که شما میگید رب، اینو میگن رب مطلق. اما ما یک رب مضاف هم داریم، نه رب، رب مطلق که خداست، اما ربهای مضاف هم داریم. مثلا پدر و مادر ربن، رب مضافن. خداوند ربوبیتش رو به مادر داده، خداوند ربوبیتش رو به پدر داده، اینها رب مضافن. همطور که شفا رو بنده بارها عرض کردم، خداوند شافیست، در قرآن میگه اوست که بیماری را شفا میدهد. اما همه دکترهای عالم مظهر اسم یا شافی هن. یعنی اونا هم شافی هن، اما شافی مضافن، نه شافی مطلق. شافی مطلق فقط اونه، مطلق فقط اونه، عزیز مطلق اونه، رحیم مطلق اونه، لطیف مطلق اونه، کریم مطلق اونه، مطلق اونه. اما ما کریم های مضاف هم داریم، ما لطیف های مضاف هم داریم، ما عزیز های مضاف هم داریم، همینطور رب های مضاف هم داریم. وقتی که خداوند میخواد این سیر را، این سیر انا لله و انا الیه راجعون رو متعینش بکنه، در وجود رب ها متعین میکنه. کدوم رب ها؟ تمام معلمان ما رب ما هستن. معلم میشه رب من، من میتونم بگم ربی، چون میدونید که رب همش اضافه هم میشه. تو قرآن شما میگی ربی، ربنا، ربک، ربهو. رب اون با رب من فرق میکنه، رب من با رب شما فرق میکنه. معلم رب ماست، معلمان همه رب ما هستن، انبیا همه ربند، ائمه ما همه ربند، حضرت زهرا سلام الله علیها رب است، امام حسین رب است، اینا هم رب من، اینا رب مضافن، چون اینا هم تربیت میکنن، بنابراین اینها رب های مضاف هستن. در وجود این رب ها خدا تجلی پیدا میکنه. مولانا میگه خدا چون معنای مطلقه، این معنای مطلق
کجا میتونه ظهور پیدا بکنه؟ یعنی خدا در این عالم میخواد ظهور پیدا کنه، چگونه ظهور پیدا میکنه؟ ظهور خداوند، جلوه خداوند. یعنی الان خداوند تو این گروسین میتونه ظهور پیدا بکنه؟ یعنی بیا تو همین اینجا الان ظهور پیدا بکنه، تجلی بکنه، نه ذات خداوند تجلی بکنه. خب تجلی او در همین مظاهر است. وقتی که میگه هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، بارها براتون عرض کردم، اون عارف الجزایری میگه من بارها فکر میکردم این هو الاول، خدایا میفهمم اول یعنی چی، آخرم که میفهمم یعنی چی، تو اول یا آخر، باطنم میفهمم تو باطنی یعنی تو پنهانی ما تو نمیبینیم، اما تو ظاهری یعنی چی. قرآن میگه هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، تو اول یا آخر یا ظاهر یا باطن، یعنی تو باطنی، من ظاهر رو نمیفهمم، یا من هو اختفا لفرط نورهی، تو مخفی هستی از بس نورانی هستی، تو ظاهری. بعد با خودم گفتم آها، یعنی وقتی من به کوه نگاه میکنم این کوه منو یاد خدا میندازه، بنابراین اینجا خداوند ظهور پیدا کرده به این صورت که علامتی اینجا گذاشته، میگه به این کوه نگاه کن یاد من میفتی. بعدن در عالم مکاشفه خطاب کردن به من، نه نه اینطور نیست که کوه تو رو یاد خدا میندازه، من در همون کوه تجلی کردم، من در همون ستاره تجلی کردم، من در قیافه یک دوست تجلی میکنم. بنابراین اون تجلی تام الهی که تجلی پیدا میکنه، همونطور که جلسه قبلم عرض کردم، میشه وجه الله، و ما میگیم یا وجیهتن عند الله اشفع لنا عند الله. اون وجیهه و یا اون وجیه و اونی که موجه و وجه الله میشه، اون صورت امام حسینه. ما نمیگیم امام حسین خداست، اونطوری که عزیزان مسیحی ما گفتن عیسی همون خداست، یعنی عیسی هم خدا، خدای متجسد شد عیسی. نه، اون حلول رو به دلایل فلسفی ما قبول نداریم. البته اونجا هم بعضی از مسیحیان بنده بحث کردم از همین بزرگانشون، اونها هم تقریبا همین حرف و عرفای ما رو میزنن، ولی ما معتقدیم تجلی میکنه. خب حالا در مورد امام حسین همینطور مولانا میگه اگر شما میخوای با خدا زیارت کنید به ملاقات اولیاء الهی برو. حالا این سیر اربعین هم این همون انا لله و انا الیه راجعونه، این کفر و شرک نیست که اگر من بگم انا للحسین و انا الیه راجعون، یعنی ما از حسین حرکت کردیم، یعنی دقیقا این همون قوس نزول که انا لله، از امام از کربلا اومدی رفتی تو شام، اومدی به ناسوت یزیدیان، به اون لجن همه مسنون شامیان دوچار اونها شدی، حسین را از حسین جدا شدی، آمدی در اون مرحله ناسوتی قرار گرفتی، کما اینکه شما الان از امام حسین جدا شدی. شما، ما از حسین جدا هستیم. درسته که اندیشه ما امام حسینه، فکر ما اربعینه، فکر ما عاشوراست. اصلا به قول یکی از بزرگان میگفتش که ایرانی رو میخوای بشناسی با سه تا حادثه بزرگ تو میتونی بشناسی. یکی عید نوروز، یعنی عید نوروز در بین ایرانی‌ها چقدر اهمیت داره، مانند عید نوروز کمتر دیده میشه عیدی اینقدر قابل اهمیت باشه در بین ایرانی‌ها. یک. دوم، ماه رمضان، یعنی رمضان رو میخوای شما ایرانی، اصلا ماه رمضان آمیخته شده، اصلا شده جزء فرهنگ ملی. و سوم، عاشورا و امام حسین، یعنی کسی به دست حکومت اسلامی شلاق خورده و تو زندان شلاقش زدن، همین حکومت جمهوری اسلامی، اما همه آدم شلاق خورده به دست جمهوری اسلامی توی زندان خودشو لخت میکنه و سینه میزنه روز عاشورا برای امام حسین و صادقانه هم اشک میریزه برای امام حسین. یعنی این رو ما نمیتونیم بفهمیم، نمیتونیم توجیه بکنیم. اگه شما بخوای بگی که مظلومیت امام حسین بوده، بسیار صحنه ها در تاریخ ایران و غیر ایرانی بوده که اون صحنه ها فجیع‌تر، عرض کنم که عمیق‌تر از نظر زخم و ضربه نسبت به حادثه عاشورا بوده. چه کودکانی در آغوش مادرانشون زیر بمباران ها از بین رفتن، چه مادرانی رو شکمشون رو دریدن و کودکانشون رو کشتن، چه مادرانی که اینها بچه با اونها بوده، در آغوش مادر بچه بمباران شیمیایی شده، در حالی که بمباران شیمیایی شده بچه در آغوش مادر هم تو خوش زده. آیا اینها رقت آورتر است یا حادثه عاشورا رقت آورتر است؟ اصلا گرایش ما به عاشورا و به اربعین به خاطر این رقت آوری اون نیست، جنبه دیگری داره.
این همه حوادث تلخ در تاریخ به وجود و همه فراموش شده، ولی چرا عاشورا مانده؟ چرا اربعین مانده؟ چرا ما برای هیچ امامی از ائممون اربعین نداریم؟ ما برای پیغمبر چهلم نداریم. یعنی وقتی پیغمبر فوت میکنه، رحلت پیغمبر که هفته آینده است، دیگه 40 روز بعدش ما جمع نمیشیم بگیم امروز اربعین رحلت پیامبر، امروز اربعین شهادت امام حسین، امروز اربعین شهادت امام صادق، امروز اربعین شهادت حضرت زهرا. هیچ وقت اینو نمیگیم، میگیم اربعین امام حسین. این یه وجه دیگری دارد. اولا این وجه رو عارفان ما میگن که این وجهش به خاطر همون وجه اللهی هست، یعنی علتش این هستش که آنسوئیست، اینسوئی نیست، یک جنبه آنسوئی دارد که باقی است. اگه اینسوئی باشد از بین میره. آیه قرآن هم هست، میگه اون چه که در نزد شماست نفات پیدا میکنه، نابود میشه، و اون چه که در نزد خداست باقی است. یعنی اون چیزی که جنبه وجه اللهی دارد، اون جنبه وجه اللهی باقیه. برابر این ما میتونیم اینطوری بگیم که واقعا اگر با بصیرت انسان نگاه بکنه، با اون چشم باطنی که عرض کردم، اگه با اون چشم باطن انسان چشم باطنش باز بشه و دیدش باز بشه، اگر انسان با همچه مولانا میگه که ینظر به نور الله، یعنی نگاه میکنه اما با نور الهی نگاه میکنه، میتونه بگه از کربلا تا کربلا این چهله‌ای که طی میشه یک سیر باطنی دارد که انسان از اون حسین لا تعین جدا میشه، میاد به این حسین متعین میرسه. همونطور که عرض کردم الان داشتم میگفتم، شما از حسین دور شدید، از امام حسین دور شدید، ما اومدیم امام حسین متعینش کردیم در این قالب ها و در این صورت هایی که به ما دادن. هر کس یه تصویری از امام حسین به ما داده، این دقیقاً این همون حقیقت لایتعین که تعین پیدا کرد. حالا دو مرتبه شما باید برگردید و انا الیه راجعون، یعنی به سوی حسین رجعت بکنه انسان، به سوی امام حسین رجعت میکنه. این زیارتی که در عرض میکنم که اربعین و ملاقاتی که در اربعین تحقق پیدا میکنه، همطور که عرض کردم هم جنبه ملکی دارد هم جنبه ملکوتی دارد. اربعین همینطوری که استحضار دارید، حالا بنده این رو توضیح بیشتر میدم، اربعین عدد اربعین همطور که قبلا هم عرض کردم در آموزه های دینی ما، خصوصا در آموزه های عرفانی ما، یه واژه قابل توجهی هست. اولا شما میدونید که مراحل تکامل انسان همش با چهله صورت میگیره، یعنی این که خداوند در قرآن میگه ولقد خلقنا الانسان من سلالت المنتین ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین ثم خلقنا نطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه، همه این مراحل تکامل جنین رو که طی میکنه، که میگه که اول به صورت خاک بوده، بعد این خاک میاد در رحم مادر تبدیل به یک جنینی میشه، میشه به اندازه یک اسپرم به اندازه 2000 میلیمتر که میاد تبدیل به زالو میشه، علقه و مزقه و اینا، تمام این مراتب رو اگه شما نگاه کنید به لحاظ علمی، از مزقه که میخواد بره به از علقه که میخواد بره به مزقه، حالا مراتبی که قرآن میگه، هر کدوم 40 روز طول میکشه، یعنی هر کدام از اینها 40 روز این مراتب خلقت انسان شکل میگیره. اصلا تکامل فکری انسان در سن 40 سالگی صورت میگیرد. عدد 40 رو قبلا هم گفتم، اگه سرچ کنید خیلی نکات، اکثر انبیاء الهی در سن 40 سالگی به رسالت مبعوث شدن. خود پیامبر اسلام در سن 40 سالگی به رسالت مبعوث شد. میقات و ملاقات حضرت موسی با خداوند در 40 شب صورت گرفت و وعدنا موسی 30 لیله ثم اتممناها به 10 فتم میقات و ربهی که شد. حالا اگه آیه رو درست خونده باشم، این 30 شب میشه چند شب؟ میشه 40 شب. قوم حضرت موسی در قرآن 40 سال در اون بیابان، حالا سمبولیک اینا بشنوید، 40 سال در اون بیابان گرفتار شدن. قوم حضرت موسی 40 سال در اون گرفتار شدن. اگر کسی 40 روز برای خدا خالصانه خودش رو تربیت بکنه، من اخلص لله 40 سبان، یعنی 40 روز واقعا غیبت نکنه، 40 روز نیت بد نداشته باشه، 40 روز دروغ نگی، زهرت من قلبهی علی لسانه ینابیع الحکمه. و همینطور عدد 40 خاصیت های دیگه ای دارد، خاصیت های دیگه ای دارد. بنده قبلا پارسال یه سخنرانی راجع به 40 کردم. اگر کسی بمیره و واقعا 40 نفر بیان و حلالیت بگن و بگن این آدم خوبیه و دعا بکنن برای او، خداوند گناهان او را میبخشه. حالا این در آموزه های دینی ماست،
حالا درست یا غلط چه کار ندارم، ولی این مسئله عدد 40 قابل توجه است. و یک روایتی که بسیار مورد توجهه و جزو روایات موثق ما هست این هستش که 40 روز بعد از شهادت امام حسین علیه السلام، البته میدونید که این 40 روز و یه ماه و یاد کسی که فوت شده در بین همه ملت ها بعد از اینکه فوت میکنه بالاخره یادش هستن، حالا بعضی ها 10 روز، بعضی ها جاها 1 ماه، بعضی از جاها 40 روز، در بین شیعیان 40 روز نسبت به وفات و یا شهادت ائمهشون حرمت قائلن. یعنی قبلا شیعیان برای تمام اینها 40 میگرفتن، همین یه 40 تموم میشد، اما 40 امام حسین برقرار. در روایت هست، ممکنه بعضیا به من بخندن، که 40 روز آسمان و اهل آسمان بر حسین خون گریه کردن. این روایت هست. خب حالا ممکنه اولا شما بخندید که آقا آسمان چجوری خون میگرید و آسمانیان چگونه خون گریه میکنن. خب ما یک حواس ظاهری داریم که یک درک ظاهری از این عالم داریم، ما با حواس ملکی که نمیتونیم ملکوت رو بفهمیم، ما نمیتوانیم ملکوت رو با حواس ظاهری و حواس ملکیمون رصد بکنیم. شما توجه کنید همین الان تو همین سیاره های آسمانی که ما مشاهده میکنیم انفجارهای عظیمی صورت میگیره. این انفجارهای عظیم رو با همین چشمان ما نمیتونیم ببینیم. کسانی که رصد میکنن با دید مسلح این انفجارها رو الان میبینن. بشر عادی با این چشم ظاهری چون نمیبینه نباید بگه که عدم الوجدان یدل علی عدم الوجود، چون من نمییابم وجود نداره. توجه داشته باشید به این معنا. کما این که در داستان ستون حنانه که پیغمبر به یه ستونی تکیه میدادن و سخنرانی میکردن، بعد یه ستونی بوده، بعد برای پیغمبر یه تریبونی درست کردن و اون ستون حنانه که مولانا هم اینو آورده شروع کرد به اشک ریختن. حالا اشک ریختن او اشک ریختن ما نیست، شروع کرد به ناله کردن که شد اسمش شد حنانه. بعد مولانا میگه که مبادا اینو تعویل بکنی، مبادا این رو تعویل، یعنی بیای با حس روشن فکری بگی که آقا اینطوریه اینطوریه، یا اونجایی که خداوند در قرآن میگه که اون چیزی که در آسمان و این من شیء الا یسبح به حمده، اون چیزی که در آسمان و زمین است تسبیح خدا میگه، ولیکن لا تفقهون تسبیحهم، ولی شما تسبیح اونها رو نمیفهمید. مولانا میگه مبادا شما اینکه اینها تسبیح میکنن شما تعویل بکنید و وسوسه تعویل ها شما را برو بایدت در اونجا هستش. اتفاقا در این مورد من قبلا هم در این همین مکان برای بعضی از دوستانی که در درس های همیشگی شرکت میکنن گفتم که یکی از عزیزانی که مورد احترام ما هم هستم، جناب آقای مهندس عبدالعلی بازرگان که تفسیر قرآن دارن، در اونجا ایشون میرسن به این آیه که خداوند میفرماید هر آنچه که در آسمان و زمین است تسبیح خدا میگه، ایشون اینطوری تفسیر میکنن. ایشون میگن که معناش اینه، معناش این نیستش که این درخت داره تسبیح خدا میگه، معناش اینه وقتی شما درخت رو میبینی یاد خدا میفتی، همین که یاد خدا میفتی تسبیح این درخت. مولانا میگه نه، این تعبیره، این تعبیر تو رو وسوسه نکنه، نه واقعا درخت تسبیح میکنه، منتها تو در مرتبه وجودی اون نیستی، تو نامحرمی. ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. حالا آسمان هم با ما خاموشه. آسمان و اهل آسمان خون گریه کردن رو نباید انسان انکار بکنه. یعنی وقتی که یه چیزی بعید از نظر من به معنای استحاله نیست، یعنی به معنای نیستش که محال است. به قول شما میگن استبعاد، یعنی بعید بودن. از نظر من بعیده که آسمان خون بگریه. استبعاد دلیل بر استحاله نیست، کما این که در قیامت زمین علیه انسان شهادت میده. اینا یه بحثای متافیزیکی و ملکوتی است. انسان نمیتونه با رصدخانه ملک ملکوت را رصد بکنه. یعنی اگر دقیق ترین رصدخانه های دنیا بخوان مشاهده رؤیای صادقه یوسف عصر را در عالم خواب رصد کنند که میبیند 11 ستاره و ماه و خورشید در برابر او سجده میکنه، هرگز نمیفهمن که یعنی چه که یه آدم انسان کاملی در عالم خواب دیده که 11 ستاره و ماه و خورشید دارن بر او، عرض میکنم خدمتون که، سجده میکنن. این معنای این رؤیای صادقه رو کسی توجه نمیکنه. خب من اینجا دو تا نکته دیگه وجود داره، این دو تا نکته رو عرض میکنم. نکته اولی که میخوام بگم، حالا شما یادتون باشه اون نشه چهار تا نکته، نکته اول دو تا نکته است.
نکته اولی که من میخوام خدمتون عرض بکنم این هستش که در آموزه‌های دینی که به ما گفتن در مورد این اربعین خیلی توجه شده، یعنی واقعا انسان میتونه یه سلوک عرفانی در ارتباط با اربعین داشته باشه، یعنی اربعین امام حسین رو دارم عرض میکنم، و خصوصا تأکید شده است بر خواندن زیارت اربعین و گفتن چون اساس رسالت پیغمبر اکرم اساره رسالت و تعالیم پیامبر اکرم در دو چیز خلاصه میشه، یکی قرآن، یعنی هم قرآنی که دست من و شماست که بهش میگیم قرآن صامت، یکی هم اطرته که قرآن ناطقه، یعنی قرآن مجسمه، یعنی این سوره انا اتینا کوثر داره راه میره، ما یه سلام داریم که سین و لام و الف رو مینویسی، یه سلام داریم از در وارد میشه، اون سلام، سلام و سلامتی گاهی وجود عینی پیدا میکنه، گاهی وجود لفظی پیدا میکنه. بین وجود لفظی و وجود عینی تفاوته. شما یه وقتی هست که میگید که دندونم درد میکنه، شما با وجود اینجا رو گرفتی میگید دیشب تا صبح نخوابیدم دندونم درد گرفت، اما من تا به حال دندونم درد نگرفته، نمیفهمم شما چی میگی، شما فقط وجود لفظی رو دارید به من انتقال میدی، من تجربه نکردم، به مکاشفه ندیدم دندان درد را، در سینه بود هر آنچه در سینه بود، در سینه بود هر آنچه در سینه بود. بنابراین توجه داشته باشید که قرآن وجود لفظی فقط، این هم که بگید دندونم درد میکنه، اون انسانی که وارسته شده حالا اوجشون میشن انسانهای کامل، اون انسان کامل میشود قرآن عینی. خب ستون این قرآنی که ما میگیم قرآن لفظی، ستون این قرآن صلات است، ما اینو میگیم که نماز ستون دین است، نه نماز خوندم من درک کردم، اقامه صلات توضیح دادم، اقامه صلاتی که انسان رو از حرص، از کبر، از خودشیفتگی، از جزو بودن، از منو بودن، از حلو بودن نجات میده. خلق الانسان حلو، آیه که خوندن خداوند میفهمد انسان حلو است، اذا مسه و شر و جزو، وقتی که یه شرقی میرسه دیگران رو متهم میکنه شما بودی، و اذا مسه و خیر و منو، وقتی پول بهش میرسه، وقتی قدرت بهش میرسه در رو میبنده، تنهایی میخوره، میگه شما نبودید، من بودم، الا المسلین، مگر کسانی که واقعا به صلات متصل شدن. ستون اون قرآن صلات است، و ما در زیارت‌های مکرر به امام حسین میگیم اشهد انک قد اقمت الصلات، شهادت میدیم که تو بودی صلات رو اقامه کردی به معنای واقعی. حالا بعضی دوستان که جدیدن نمیدونن من چی میگم، یعنی مقصودم از اقامه صلات، نمیخوام وارد اونجا بشم. ستون اون قرآن صامت صلات است، و ستون این قرآن ناطق یعنی اطرت که ولایت و عشق، ستون ولایت و عشق زیارت اربعین، این همه تاکید شد، یعنی زیارت اربعین رو انسان بخونه و این علامت عشق و تأمل و تفقه در باطن این زیارت بکنه تا بتونه مستعد بشه به اون زیارت عرض کنم که حقیقی و اون ملاقات باطنی که ما عرض کردیم برسه. بنده خیلی سریع دو صفحه است فرازهای از این زیارت رو براتون میخونم، بعد از سخنرانی منم از صدای گرم آقای چاوشی استفاده میکنیم، زیارت رو برامون میخونن. اما بنده یه فرازهای از این زیارت رو که ما وقتی که مواجه میشیم، یعنی در این سیر و سلوکی که رفتیم، یه مسافرت، یه سیره، همون سیری که این خاندان عصمت و طهارت طی کردن، از کربلا رفتن به کوفه، از کوفه رفتن به شام، این ظاهرشه، اما ملکوتش یک سیر باطنی هست. وقتی که انسان با اون ملاقات میرسد، در اینجا این به این نکات تکیه میشه. خطاب میکنیم به امام حسین، السلام علی ولی الله و حبیبهی. اولین نکته‌ای که در اینجا مطرح میشه، ولایت مطرح میشه. ولایت اصلا همه عرفان یعنی ولایت. ولایت هم اشتباه نکنید با اون ولایتایی که درست کردن، نمیدونم ولایت فقیه و نمیدونم ولایت سیاسی و ولایت اینا رو، نه اینا رو اصلا من بحثم اینا نیست. ولایت یک باطن عالم ولایت است. ولایت یعنی قرب، یعنی قرب، معنای ولایت یعنی قرب، قبلا عرض کرده شما قرب به او پیدا میکنه، قرب به حق پیدا میکنه. امام حسین علیه السلام ولی هست، اما ولی به کی میگیم؟ ولی به کسی گفته میشود که به قرب نوافل رسیده است. قرب نوافل، قرب نوافل، ما یه قرب فرائض داریم، یه قرب نوافل داریم. قرب نوافل، قرب فرائض همین که شما فریضتون رو به جا میارید، میگید من این کارو میکنم برای اینکه نزدیک به اون بشم. نزدیکی زمانی و مکانی هم نیست، نزدیکی صفتی است. اما قرب نوافل همون است که بنده عرض کردم که در روایت میفرماید که بنده من به من نزدیک میشود به وسیله نوافل.
حتی اکون سمع الذی یسمع به، من میشوم گوش او، گوشی که با آن میشنوم، و من میشوم چشم او، چشمی که با آن میبینم، من میشوم دست او، دستی که با آن کار میکنه، و یده الذی یبطش او، من میشوم پای او، پایی که با او راه میرود. یعنی انسان خدا گونه، خدای انسان گونه، این هر دوتا مطرحه. یعنی گاهی خدا در انسان تجلی میکنه، گاهی انسان با اون معشوق متحد میشود. در قرآن هم داریم این رو، بنده بارها در کلاس ها عرض کردم، در اون و ما رمیت از رمیت ولکن الله رمی. امام حسین علیه السلام به این مرتبه از ولایت رسیده که مسیر او شده مجلای ربوبیت، اونطوری که خدمتتون عرض کردم ربه، مجلای ربوبیت است، منتها رب مضاف. السلام علی ولی الله و حبیبه، السلام علی خلیل الله و نجیبه، سلام بر دوست خدا. منتها این خلیل یعنی دوستی که صادق صادق صادقه، هیچ گونه شایبه‌ای درش نیست. خلت یعنی یه دوستی پاک، یه دوستی بدون قلقش و بدون انتظار. السلام علی خلیل الله و نجیبه، السلام علی صفی الله و ابن صفیه. شما میدونید که امام حسین علیه السلام در آموزه‌هایی که ما داریم، وقتی که میخوان امام حسین رو ما معرفی کنن، میگن که امام حسین وارث آدم است. زیارت وارث رو خوندید دیگه، السلام علیک یا وارث آدم از صفت الله. امام حسین وارث است، وارث آدمه، وارث نوحه، وارث ابراهیمه، وارث موسی است، وارث عیسی است، وارث پیامبر، حتی وارث امام‌های بعدیه. اینا هم همه اومده دیگه، وارث امام‌های بعدی هم است. مگه میشه آدم وارث بعد از خودش بشه؟ مثلا من وارث نوه خودم بشم، میتونم من وارث نوه خودم بشم؟ این وراثت در اینجا مطرح میشه. اگه شما نگاه کنید، وراثتی که اینجا گفته میشه وراثت مادی نیست، مثل اینکه آقا خود کنه اموالش به ارث برسه به کی؟ به وارث حارث، که بیاد و خلاصه بگه رفتی و تموم شد، ما میبریم. اون وارث حارث رو ما، اون وراثت مادی است. در وراثت مادی اینطوریه، یعنی 10 تا نشانه داره وراثت مادی. من نمیخوام 10 تا رو بس کنم، الان شما دیگه خیلی خسته میشید. اما یه نشانش اینه که در وراثت مادی اینه که مورث یعنی حاج آقا باید بمیره تا حاجی زاده بشه وارث. یعنی تا مورث نمیره این بابک نمیتونه بگه من مالک این باغ و این املاک و این ساختمان و این دفتر و این بیزینس شدم. حتما باید مورث بمیره تا وارث برسه به اون حقی که مورث برای او قرار داده. این مالکیت مادی است. در مالکیت معنوی اینطوری نیست. در واقع ببخشید معذرت میخوام، در وراثت معنوی، در وراثت معنوی وارث باید بمیره تا به اون چه که مورث ارث داده برسه. اینو مولانا گفته، همونیست که میگه موتو قبل ان تموتو، بمیرید قبل از آن که میران بشه. یعنی من باید، من وارثم، شما معلم من هست، من میخوام ارث ببرم علم رو از شما. اگه بخوام ارث رو از شما علم ببرم باید بمیرم. باید بمیرم دیگه. یعنی اول باید تکبرمو بزنم کنار، زانو بزنم در برابر معلم، بگم بده به من. این میشه تا نمیری نمیدن بهت، تا چیزهایی ندی چیزکی بهت نمیدن. لم تنال البر حتی تنفقوا مما تحبون. و چون امام حسین در عطای وجود تو همه ائمه و همه انبیا و اولیا بنده عرض میکنم سرآمد عمد، یعنی به اوج رسونده از عشق را، بنابراین همینطوری که ما میگیم که همه انبیا اینا، همه اولیا اینا وارثن، اما ما میگیم امام حسین وارث است. یعنی زیارت وارث رو برای امام حسین میخونیم، برای ائمه دیگه ما نمیخونیم. البته تو زیارت نماشون هست دا، اما زیارت وارث اختصاصی به امام حسین، چون این عشق را به اوج خود رسانده است. چرا رسانده؟ حالا ما میگیم این دیگه جنبه ملکوتی و جنبه عرفانی داره. اینجا میگه السلام علی صفی الله. چرا ما میگیم السلام علیک یا وارث آدم از صفوت الله؟ تو وارث آدم صفوت الله. صفه یعنی چی؟ صفه یعنی اون برجسته، اون برجستگی رو میگن صفه، صفا و پاکی، اون معنا همونه دیگه. یعنی شما وقتی میخوای گوجه فرنگی سوا کنی، گوجه های صفه را برمیگذینی، نه گوجه های لکدار را. صفه، مصطفی، اینا همه همین یه معنا رو میده، یعنی برگزیده. خب حالا آدم برای چی برگزیده شد؟ برای چی آدم برگزیده شد؟ برای اینکه قرآن میگه و علم آدم الاسماء کلها،
خداوند تمام اسما را به آدم یاد داد. این ماجراشو بنده تو تفسیر گفتم دیگه. خدا میخواد جانشینی برای خودش در زمین قرار بده، ملائکه میگن که آقا ما که داریم عمری تو رو عبادت میکنیم، ما که پاک و منزهیم، ما که تسبیح تو رو میگیم، ما که هیچ چیزی در وجودمون نیست، چطور نحن نسب به همدیگه و نقدس لک، ولی اینی که میخوای جانشین خودت قرار بدی خون میریزه و فساد میکنه، این از توش داعش در میاد، داعش که نمیتونه تو رو نشون بده، این از توش کالیگولا در میاد، خسرو پرویز در میاد، نمیدونم مغول در میاد، اون در میاد، این در میاد، تمام کسانی که در طول تاریخ اینها مظهر شهوت بودن، مظهر قدرت بودن، اینها رو حالا بنده میگم ملائکه نگفتن کالیگولا ها، من دارم میگم اونا گفتن هیتلر، اینا هیتلر که نمیتونه نشون بده، واقعا ملائکه این رو گفتن، گفتن و اینها خون میریزن. خداوند فرمود من میدانم چیزی را که شما نمیدانید، یعنی اعلم و مالا تعلم، من میدانم چیزی را که شما نمیدانید. خب اون چی بود که خدا میدونست ملائکه نمیدونستن؟ حالا من میدونم. و علم آدم الاسماء کلها، تمام اسما را خداوند به آدم داد، آدم شد متعلم به اسما، اسما رو آدم یاد گرفت، اسما هم که آورده الف لام سرش آورده، اسما هم جمع بسته، تمام اسما را به این انسان داد. این اسما جمع اسمه، این اسما نمیتونن لفظ باشن، لفظ به انسان ارزش نمیده، اصلا ارزش نمیده. مثلا خدا به آدم گفت یاد بگی فلفل، نمک، زردچوبه، آسمان، زمین، ستاره، شیر، باب، پلنگ، اینا رو یاد بگی، اسما اینا رو یاد بگی، شیر اینطوریه، پلنگ اینطوریه، آسمان اینطوریه، زمین اینطوریه، ملائکه اینا رو بلد نیستن. نه اینکه معنا نمیشه، این غلطه. تعلیم او تعلیم تکوینی است، نه تعلیم که خدا بیاد پای تخت یاد بده. و علم آدم الاسما، اسما میدونه چیه؟ اسما یک واقعیت‌های عینی هستن که اون واقعیت‌های عینی تدبیر میکنن عالم را. یعنی الان بنده میخوام یه نفر رو شفا بدم، خب یک مریض اینجا خوابیده به من میگن اینو شفاش بده، من میگم 10 تا آیه تلکرسی میخونم فوت میکنم بهش بلند میشه با میسه. هرگز آیه تلکرسی لفظ اسم که ارزش نداره، من باید به اسم یا شافی، خود یا شافی حقیقت در آن، من باید اون یا شافی برسم، وقتی رسیدم میشم عیسی، جزامی رو شفا میدم. این من به اون اسم متخلق، به اون اسم کنه. حالا تمام اون اسمایی که در عالم کار میکنن رو خداوند به آدم داده است، یعنی آدم نه فقط اون آدم خاص، خداوند به انسان کامل داده است. و امام حسین در اینجا وصی اون صفوت الله است، یعنی اون واجد تمام اون اسما، اون اسما در شما هم هست، اونتا به شکل نسبی در شما هست، همه حقایق در شما نیست، هست اما شما میتونی شکوفا بکنی. السلام علی صفی الله و ابن صفیه، السلام علی الحسین المظلوم، سلام بر حسینی که ظلم بهش شده. مظلوم با منظلم فرق میکنه، منظلم یعنی کسی که به ظلم میکنه میگن بکن، خودش هم قبول میکنه، اما مظلوم یعنی کسی که در برابر ظالم مقاومت میکنه ولی در عین حال بهش ظلم میشه. الشهید، السلام علی اسیر الکروبات و قتیل العبرات، خود امام حسین میگه من قتیل عبرات هستم. عبرات میدونی یعنی چی؟ سلام بر کسی که اسیر شد به دست رنجها و گرفتاریهایی که بر او وارد کردن، و سلام بر کسی که کشته عشقهای داغ است. کشته عشقهای داغ است، یعنی شما این بعضی مسخره بازیهایی که به نام عشق بر امام حسین در میارن برای کاسبی و برای پول و اینا رو بذارید کنار، اما اشک بر امام حسین به معنایی که چشم انسان ببینه، و این اشک داغ، نه این اشکی که بنده، این اشک داغ نیست، عبرات یعنی اشک داغ، یعنی دل من سوخته، دل من درد کرده، اتحاد برقرار کرده، گریستن و خندیدن، این دوتا خیلی بحث مهمیه، تو روانشناسی هم بحث میشه، گریه بهتر یا خنده؟ گریه ارزشش بالاتر است یا خنده؟ مولانا با اینکه طربناک بوده، مولانا میگه گریه، اصالت رو به گریه میده. حالا من نمیخوام تبلیغ گریه کنم، تو مملکت ما اینقدر گریه زاری شده که ما دیگه از گریه زاری دیگه زده شدیم، هر کی تو عروسیان دیگه شخص میخواد بره عروس رو ببینه جلوی گریه کردن، اما گریه بله این هستش دیگه، این واقعیت ها اینطوریه دیگه. یه نفر داره سخنرانی میکنه، یهو میگه که نمیدونم اتوبوس ها اینطوری باشن، یهو همه مردم شروع کردن گریه کردن. اون اوایل انقلاب بود، یکی سخنرانی میکرد یهو میگفت کره زمین گرد است، همه شروع کردن گریه کردن. آقا دیگه کره زمین گرد است که گریه کردن نداره، اون این گریه ها رو بذاریم کنار. اون اشکی که
اون عشقی که میگه اگر از ته دل بیاد و با سوز دل باشه، اون عشق انسان رو به بهشت میرساند. این واقعیته، این که گفته شده، این واقعیته. نه اینکه آدم گریه کنه از کنم که اون میره بهشت، نه، اون میرساند. وقتی که دل سوخته میرساند. اللهم اینی اشهد و انه ولیک، من شهادت میدهم که به درستی که او ولی توست و ابنو ولیک، در برابر خدا شهادت میدم او فرزند ولی توست، یعنی همش ولایت مطرحه. و صفیک، صفیل هم گفتم، و ابنو صفیک الفائز به کرامتک، ای خدا این حسینی که من در برابرش قرار گرفتم به کرامت تو پیروز شده. بحث کرامت مطرح میشه، یعنی در این ملاقات باطنی با اربعین انسان به کرامت برسه. اینها همشون کریم بودن و همشون هم به کرامت رسیدن. حالا اکرمته به شهاده، او را عرض کنم که ای خدا تو را اکرام و کرامت و بزرگی دادی با شهادت، و حبو و حبوته به سعاده، و او را در سعادت قوتور ساختی، و اجتبیته و او را برگزیدی. اشتباه هم به معنای برگزیدن است، به طیب الولاده، ولادتش رو طیب و پاک قرار دادی. حالا عرض میکنم، و جعلته سیدا من الساده، او را آقای از آقایان قرار دادی، و قائدا من القاده، و قائدی و رهبری از رهبران حقیقی قرار دادی، و زائدا من الزاده، و پشتیبانی برای مردم از پشتیبانان قرار دادی، و اعطیته موارث الانبیا، و به او عطا کردی تمام گنجینه های انبیا را به او عطا کردی، و جعلته حجتا علی خلقك من الاوصیا، و قرار دادی او را حجتی برای خلقت از بین اوصیا، از بین اوصیا او را حجت قرار دادی. خب اینا ترجمهشو من عرض کردم، نمیخوام دونه دونه اینا رو، میخوام فرازهایشو میخوام عرض کنم. مهمترین فرازی که در اینجا وجود داره اینه، خوب توجه بکنید، تطبیق اهدافی که امام حسین داره با رسالت انبیا. خانم آقایون استهزار دارن که در قرآن هست وقتی که خداوند انبیا رو میفرسته، چهار آیه در قرآن هست که خداوند هدف از رسالت انبیا رو در اون آیات مشخص میکنه. حضرت ابراهیم وقتی که خانه کعبه رو ساخت، در قرآن هست که دست به دعا برداشت، گفت ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، من و پسرم این خانه رو ساختیم، از ما قبول کن، وجعل عرض کنم که و قرار بده در ذریه ما امت وجعلنا مسلمتا لک، ما رو دوتا مسلمان قرار، یعنی تسلیم، مسلمان هم مسلمان ما تسلیم قرار بده، و این حقیقت اسلام رو در خانواده ما قرار بده. بعد تو مکه است حضرت ابراهیم دعا میکنه، خدایا برانگیز در بین اینها ربنا وابعث فیهم رسولا من انفسهم، از بین اونها، که این رسول سه تا کار انجام میده، تو چهار تای قرآن اومده، یتلو علیهم آیاته، تلاوت آیات، و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، این سه تا. رسول آمده است که تلاوت آیات میکنه، تزکیه نفوس انسان ها میکنه، و تعلیم کتاب و حکمت، این سه تا نگاه کنید، اینا رو قبلا هم بحث کردیم. یعنی من خلاصه میخوام به شما بگم، انبیا اومدن که چیکار کنن؟ انبیا اومدن بشر را از جهل علمی، یعنی جهل فرهنگی، جهل علمی و جهالت عملی نجات بدن. این دوتا نگاه، تمام بدبختی های ما به خاطر دو چیزه، یا جهل علمی داریم یعنی جزم نداریم، یا جهالت عملی داریم یعنی عزم نداریم. این دوتا، جزم و عزم، علم و عمل، علمانیت و عقلانیت. امام حسین عقل مدار بوده و حق مدار بوده. توجه کنید به این عرضی که من درز میکنم. شما یه وقتی هستش که از جزم برای مطلبی داری، جزم داری، یعنی میدونی که اینه، یعنی شما جزم داری بابا سیگار سرطان میاره مثلا، حالا سیگار برات ضرر داره، این جزم دیگه نیست. اصلا نویسنده کتاب، نویسنده آفات سیگار هم هست، اصلا شما یه کتاب نمیشه راجع به سیگار، چقدر جالب، 200 تا مضرات سیگار توی کتاب داره. شما جزم داری یعنی میدونی، اما عزم نداری، خودت سیگار میکشی. اینو میگن عالم بی عمل، جزم بدون عزم عامل بی عمل، عالم بی عمل تربیت. و هر چی جامعه ضربه میخوره از کسایی ضربه میخوره که میدونن ولی نمیکنن، عالمان بی عمل. و پیغمبر فرمود پشت مرا دو طبقه شکستن، یکی عالمان متحتک، یعنی کسانی که میگن ما وارث پیامبریم، در صورتی که ما گفتیم وارث باید چه جوری باشه، شرط وراثت چی بود؟
مردن. اینا که مرده نیستن، اینا همشون منم منم میزنن، باید بمیرن. بنابراین این اولیشه، این جزمه. خوب توجه بکنید، این مسئله خیلی مهمه. جزم داری اما عزم نداری. همه ما میدونیم دروغ بده ولی دروغ میگیم. جزم داریم ولی عزم نداریم. همه ما میدونیم که غیبت کردن مساویه با این که گوشت برادر مؤمن رو داری میخوری، حالا به دلایل مختلف که من درس کردم. اما ما خیلی راحت از خودم که غیبت میکنیم، یعنی خیلی راحت ما غیبت میکنیم و بعدش هم میگیم غیبتش هم نباشه. یعنی آبروشو میبریم میگیم آبروش نره، ولی خب من آبروشو میبرم، ولی خب آبروش نره، غیبتش نباشه. توجه فرمودید؟ این جزمه اما عزم نیست. بعضی هستن که عزم دارن اما جزم ندارن، یعنی علم ندارن. اینا میشن چی؟ اینا میشن خشک مقدس. من میگم خل مقدس، ببخشید. و تب و ضربه ای که خوردیم غیر از عالمان متحکک از خل مقدس هست، از خشک مقدس هست. یعنی میخوان دنیا رو عوض کنن، عزم دارن واقعا، میرم تو دل شیرم میرم، اما علم ندارن. یعنی بعضی ها درک دارن اما اینها درد ندارن، بعضی درد دارن درک ندارن. این دوتا جزم و عزم، این تمام بدبختی هایی که در طول تاریخ بر سر بشر آمده. اگر خوب توجه بکنید، اگر جزم باشد عزم نباشد، اگر عزم باشد جزم نباشد، جامعه اسلامی مسلمان امام حسین رو میکشه. به خاطر همین طایفه‌ای که قدرت پیدا میکنن، آلمان متحتک میان و خرمقدس ها میان با هم دیگه، جوری میشه که جامعه قبول میکنه که باید امام حسین رو بکشه، جامعه قبول میکنه باید اینا رو اسیر بکنه. آقا امام حسین نوه پیغمبره اصلا، شما باور میکنی که بعد از 60 سال از نهضت پیامبر اکرم بیان نوه اون رو بگیرن به این شکل؟ اونم مسلمان ها این کارو بکنن، نه یهودی ها کردن، نه مسیحی ها، نه بگیم قدرت های خارجی اومدن، نه اون موقع دست آمریکا در کار بوده، هیچ کدوم از این رو بگیم بگیم آقای توتیه آمریکا سه امام حسین رو کشت. بابا خود همین مسلمان ها کشتن، همین ها که نماز میخوندن کشتن. طوری میشه که همین نماز خونا اینا امام کشی رو میندازن، امام رو میکشن. جزم حالا تمام انبیا تلاششون این بوده که جامعه رو به این عقلانیت عملی و به این معرفت علمی برسونن. اصلا تمام انبیا هدفشون این بوده، جز این چیز دیگه ای نبوده. حالا تو زیارت اربعین ما میگیم ای حسین تو چقدر تلاش کردی جامعه رو به اینجا برسونی، یعنی گفتی، موعظه کردی، نصیحت کردی. داریم در یک بعضی از زیارتنامه‌ها داریم که میگیم تو جامعه رو خوندی بل حکمت بل موعظت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن، آیه قرآن میاد در زیارتنامه‌ها. و بعد دیگه در نهایت چیکار کردی؟ کاری که بقیه نکردن، اون این بود که خون جگر تو و خون قلب تو هم دادی، گفتی حالا که شما احمقی نمیفهمید، من خون جگرمو میدم و خون قلبمو میدم که با خون من شما و بعد از شما بیدار بشن. این قسمت زیارت اربعین خیلی جالبه. فاعذر فی دعا، امام حسین دیگه عذری نداره در خواندن، این همه خوان، این همه گفت. و منح النصح، دیگه عذری نداره در بخشیدن نصیحت. نصیحت نصح یعنی خیرخواهی، خیرخواهی داشت، دعوت داشت. و بعد یه بذل مهجته، خون جگرش و خون قلبش و خون وجودش و خون گردنش رو داد. چیکار؟ برای چی؟ لیستنقذ، برای که نجات بدهد. انقاذ یعنی کسی که داره غرق میشه تو آب، اونو میگن غریق، که نجات غریق رو بهش میگن منقذ، در زبان عربی بهش میگن منقذ. منقذ یعنی کسی که نجات غریقه. اینجا امام حسین شده اومده با کشتیش، ابن الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات، با کشتیش آمده اینا که غرق بشن نجات بده. چجوری؟ لیستنقذ، برای اینکه نجات بدهد عبادک، بندگان تو را، من الجهاله. این جهالت چیه؟ این جهالت چیه؟ از عدم جزم. جزم ندارم، نمیدونم، نمیفهمم، دنباله رو هم امروز این بوتو میسازم، آقا مخلصم چاکرم، فردا اون بوتو میسازم مخلصم. بار هم گفتم مخلص یعنی مخلص، یعنی سیگه مخ ندارم تابع شما و هرچی شما فهمید من چاکرم. بله، این به همین شکل میاد، فردا اون بوت، فردا این بوت، به همین بوت پرستی ادامه دارم. این در جهالت است. و حیرت زلاله، حیرت زلالت یعنی این که میدونه اما چی؟ این میدونه اما حیرت زلالت داره، گمراهه. چرا گمراهه؟
عزم نداره. چرا عزم نداره؟ برای اینکه وابسته است، نمیتونه. یعنی نمیتونم سیگارو نکشم. آقا من جزم دارم که چربی برای من ضرر داره. دکتر گفته آقا کلسترول تو رفته بالا. یه دفعه قلبت عمل کرد، خودم دارم عرض میکنم. رگت هم عوض کردیم ولی نخوری یا ولی فردا شما میگه آقا دعوت داریم. فلانی بیاید کوکوکتر میخوام کله پاچه بده. بنده اول صبح ساعت 6 صبح بعد از نماز آمادم که بیان دنبال من برن کله پاچه رو بخورن. میشینم کله پاچه رو میخورم. واقعا میشینم میخورم. ولی دکتر روز قبل به من گفت آقا چربی نخور. ما ها اینطوری هستیم. ما خیلی مسئله است فاصله که تو مسلمان ها مثلا تو شیعه ها بین عمل اخلاقی و علم اخلاقیشون وجود داره. بنا همه میدونن اما نمیکنن. این مسئله خیلی مهمه. برابری در اینجا میفهمن و بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت ضلاله و قد تواظر علیه. پشتیبانی کردن و با هم متحد شدن بر علیه این حسین. تو ای خدا کیاد میخواد بگه ریشه ددمنشی دشمنان امام حسین چی بوده؟ چرا پس اینا این کار کردن؟ اینا که میدونستن، خیلی هاشون میدونستن دیگه. قررت و دنیا، اونایی که دنیا اونا رو مغرور کرد. یعنی این نقد بگیر و دست از آن نسیه بدار، کاواز دهل شنیدن از دور خوشش. وقتی که سکه های طلا رو آدم میبینه اصلا آدم از خود بی خود میشه. چون من بارها عرض کردم ما همه شخصیتی داریم که پنهان هیچ کس از اون خبر نداره، حتی خود شما هم از اون خبر نداره. اما تو موقعیت ها که قرار میگیری بعد میگی که عجب من یه چنین آدم فهمه که بیبی از بیچادری تو خونه بوده، آب گیرش نمی آمده، شناگر ماهری بوده. ماها میخندیم اما اگه جاش بیفته ما صد تا اون آقا رو عقب میزنیم. مطمئن باشیم ما دستمون نرسیده به اون. یعنی واقعا این عرض میکنم خدا نیاره. یعنی اگر من طاقت ندارم در دعاها میگه یه خدای من امتحان نکن، منو در برابر این قرار نده که بگن آقا شما این امضا رو فقط بکن، اینو این فرم شما امضا بکن تموم. حاج آقا اصلا حسابت پر میشه، نوهات هم میخورن سیر میشی، تموم میشه. این وقتی که اینو نگاه میکنه بین این و بین اون، اصلا کربلا هم همینطوری بوده. در رتح دنیا و با حزه بود، حز خودشونو فروختن بالعرزل ادنا، به پسترین پست ها اینا اومدن، حز و نشاط و عشق و زندگیشونو فروختن و حسینو کشتن. اینا اینطوری هستن و هر کس این کارو بکنه، یعنی این صفتش اینطوری باشه، الان هم اگر یزید باشه و حسین باشه این میره با یزید و میگه من میکشم. یعنی میگه من میام 100 تا شمر میذارم تو جیبم، 100 تا خولی رو من عقب میذارم و مثل اونها انجام میدم. به هر حال دنباله این زیارت اربعین بسیار زیباست. اینا حاوی مطالب بسیار بلندی است و فردا که روز اربعین هست این قافله که همطور که بنده عرض کردم، این قسمت هم بگم که اصلا در اربعین چه اتفاقی میفته. همطور که شما استهزار دارید و الان هم عرض کردم، بعضی هستن که اصلا اربعین رو انکار میکنن، میگن اصلا اربعینی تحقق پیدا نکرده. یعنی اهل بیت نتونستن بیان، مگه میشه این مسیر رو اومدن حساب کردن که برن و برگردن 40 روز بیشتر میشه. بنابراین یه عده‌ای از متفکرین اربعین اول را انکار کردن، اما اینها وقتی که خواستن از اینها دلجویی بکنن بر سر اون دوراهی اینها برگشتن. اما در اصل اربعینی که اتفاق میفته، زیارت اصلی اربعین را یک شخصی به نام جابر ابن عبدالله انصاری، یک پیرمردی است که در زمان پیغمبر از اصحاب پیغمبر بوده، عاشق پیامبر و عاشق امام حسین بوده و این دیگه پیر شده بوده، حتی نور چشم خودش رو بعضی‌ها میگن ضعیف شده، بعضی‌ها میگن اصلا نابینا شده بود. وقتی که در مدینه خبر میرسد که امام حسین با لب عطشان شهید شده است، جابر ابن عبدالله در که یک فرد بسیار بزرگی بود، یه شخصی هم در کنار او بوده به نام عطیت ابن به نام عطیه، حالا اون پدرش رو بنده الان یادم میاد، عطیه، که این عطیه این مده ها که ما که میخونن روز اربعین دو میگن غلام جابر ابن عبدالله انصاری یا مثلا نوکر جابر ابن عبدالله انصاری، یا میگن غلام یا میگن کنیز یا مثلا میگن کنیز حضرت زهرا. اینو شما توجه داشته باشید، بنده تحقیق تاریخی کردم. اینا که به نام غلام و کنیز تو دستگاه ائمه امام مطرح، هیچ کدومشون نه کنیز بودن نه غلام بودن. اینها کسانی بودن که ارادت داشتن، اینها کسانی بودن که درک کرده بودن، منتها برای خدمت گذاری میرفتن، مثلا خدمت حضرت زهرا بکنه
تا اینی که این مقام رو درک بکنه، در کنار ایشون باشه. برای که ایشون کلفت گرفته، حالا این کلفته داره کار میکنه، نه یه روز ایشون کار میکنه، یه روز ایشون در زندگی سیره حضرت زهرا هستش. عطیه هم جزو کسایی بوده که خدمتکار بوده و خود عطیه آدم عالمیه، تفسیر قرآن نوشته در 5 جلد و این حرکت میکنه از مدینه میاد به سمت کربلا. اولین زائر قبر مقدس امام حسین فردا این شخصیت بزرگ و این صحابی بزرگ پیغمبر است، جابر ابن عبدالله انصاری، که عطیه میگه که وقتی که آمد اول جابر ابن عبدالله رفت در رود فرات و غسل، بعد لباس احرام پوشید، لباس احرام خودش رو محرم کرد و کفش های خودش رو به احترام در آورد. این هستش که میگن مستحبه. اونهایی که مشرف شدن به زیارت امام حسین میدونن من چی میگم، در اون حرمین که وارد میشید اگر میتونید کفشاتون رو در بیارید. جابر ابن عبدالله انصاری اونجا کفش های خودش رو در آورد و حرکت کرد با پای پرهنه به طرف مرقد مطهر امام حسین و عطیه هم دست او رو گرفت. این چیزی است که همه مورخین به عنوان اولین زائر امام حسین روز اربعین ذکر کردن. حالا اسرا هم دارن میان، از پشت سر دارن میان، ولی اولین زائر جابر ابن عبدالله انصاری که اون چشمش نمیبینه صدا میکنه میگه عطیه دست منو بگیر و بگذار من حسش بکنم، لمسش بکنم، و میاد مرقد امام حسین رو حس میکنه که در اونجا نوشتن که از هوش میره و قش میکنه و بعد وقتی که به هوش میاد سخنان بسیار عمیقی داره و سخنان بسیار بلندی داره با امام حسین. اینایی که این مده ها بعضیا میگن اصلا از مندرآوردیه که برای اینکه حالا اشکی از چشم مردم بگیرن، و بعد خطاب میکند به شهدا میگه در هر مرتبه و در هر مقامی که شما هستید و محشور هستید من و ما با شما هستیم. که اینجا عطیه برمیگرده میگه آقا شما چه میگی؟ مگه دردهای اونها رو ما کشیدیم؟ مگه رنجهای اونها، ابتلاعات اونها رو ما مبتلا شدیم؟ اون بیابانهایی که اونها طی کردن ما طی نکردیم، اون اسارتهایی که اونها داشتن ما اسیر نشدیم، اینها فرزندانشون کشته شد، اینها تشنه بر لب فرات شهید شدن، و چگونه شما به شهدا خطاب میکنید؟ اینجا جابر ابن عبدالله که از صحابی پیغمبر بوده میگه از پیغمبر شنیدم که فرمود هر کس به عمل قومی راضی باشد با اونها محشور خواهد شد و جزو اونها خواهد شد. و این یه اصلیه که شما میتونید مشارکت نیتی داشته باشید در عمل. اگه شما دستتون نمیرسه کمک به کسی بکنی یا کاری بکنی، قلبن و نیتن با او باشید. اگر انسان قلبن و نیتن با کسی بود با او مشارکت داشته است. این هم درسی است که از این زیارت اربعین ما میگیریم. و بعد اینجا عطیه میگه که دیدم که اسرا از راه رسیدن و دیگه صبر نکردن که این شتران زانو بزنن. هر کدام از روی شتران خود را به زمین انداختن و هر کس ذکر مصیبتی داشت با محبوب خودش. که حالا مکالمه حضرت زینب با امام حسینی که بسیار جانسوز، وقتی که انسان میخونه در تنهایی خودتون اینها رو مراجعه کنید و اشک بریزید و اون اشک عبراتی که گفته میشه اونها میتونه انسان رو نجات بده. یه چند بیت شعری که من همیشه این شعر رو دوست داشتم من براتون میخونم و همه شما رو به خدا میسپارم. اگر علاقه من بودید تشریف داشته باشید که این چند کلامی هم که هستش با صوت آقای چاوشی ما گوش کنیم. باز نور عشق میتابد به خاک، باز نور عشق میتابد به خاک، خاک از این نور الهی تابناک. باز صحرا یاد مجنون کرده است، دوری مجنون دلش خون کرده است. خیمه عشق است در صحرای نور، عاشق و معشوق دلتنگ حضور. آیه های عشق رقصان گشته اند، جلوگاه جان قرآن گشته اند. خاک صحرا مهر هر سجاده شد، خاک صحرا مهر هر سجاده شد، چون قدمگاه یلی آزاده شد. آب با یاد آتش ها سوخته، عشق را از تشنگان آموخته. تیغ غیرت برکشیده دست عشق، ساغر و ساقی و خم سرمست عشق. بانگ چاووشی چنین آرد پیام، حج دل کن حج گل باشد حرام. یار
بی سر می پسندد یار را، یار بی سر می پسندد یار را، تا که دل محرم شود اسرار را. تشنه شد بار دیگر آب فرات، تا شود بر عاشقان آب حیات. نی سرود عشق را سر داده است، عشق را معنای دیگر داده است. مثنوی عشق چون آغاز شد، پرچم سرخ حسینی باز شد. عشق چون پا در میانی می کند، خنجری آتش فشانی می کند. غنچه ای که از عشق پر پر می شود، غنچه ای که از عشق پر پر می شود، گرچه اصغر باشد اکبر می شود. عشق تفسیر صحیح کربلاست، عاشقی شیش ذبیح کربلاست. عشق را زیبد چو با بانگ رسا، سر دهد هیهات من نزلده را. عشق با آزادگی پر می کشد، تا به اقلیم بقا سر می کشد. خاری و تسلیم از عاشق مجو، تا که لبیکش بگویی نو به نو. چشم جان گر باز شد با نور عشق، پای عشقت می کشد تا طور عشق. گر اناالحق را به جان بشناختی، سر به پای عشق حق انداختی. خون حق با نام قرآن ریختن، خون حق با نام قرآن ریختن، عشق را بر دار دین آویختن. بانک قرآنی ز حلقوم یزید، بانک قرآنی ز حلقوم یزید، جان قرآن را کند هر دم شهید. وای اگر قرآن شود دام فریب، کس فریبش عشق می گردد غریب. ای نوای نی رسول نی نوا، بشنو این آوای خون رنگ مرا. ای شنیده صوت جبریل امین، خیز قرآن را فراز نیزه بین.